خب امروز یه مصاحبه متفاوت‌تر براتون دارم. یک ورزشکار درجه یک، یه بدنساز قهرمان که یک زندگی جالبی داشته که شاید برای خیلی از ماها آموزنده باشه و اصلا شنیدنی باشه. حالا بحث آموزشیش جای خودش. خیلی جالبه اتفاقی که علی عزیز ما رو از یه نقطه‌ای پرت میکنه به یک نقطه قشنگ دیگه. علی عزیزم خیلی خوشحالم که در خدمت هستم. سلام عرض ادب خدمت آقا شاهین و خدمت تمامی فالوورهای گله. قربون تو برم من. علی جان الان بگو در ورزش در کجایی تا بریم زندگی تو از عقب ببینیم بیاییم. الان تو ورزش داری چیکار میکنی؟ والا ورزش که الان به صورت حرفه‌ای داریم آماده میشیم. الان تو دوره حجمم واسه سال 1402 واسه انتخاب کشوری دارم آماده میشم. یعنی کارت چیه؟ کار من کتونیه. یعنی تو سمت مغازه داری؟ نه نه تو پخش کننده ای؟ پخش کننده نیستم، دست فروشم توی شهر جدید پرند. چه جالب. آره بساط میکنی تو خیابون و دست فروشی میکنی؟ آره دست فروشی. به به. روزی آره. چند ساعت کار میکنی؟ تقریبا 11:30 صبح تا 12 شب. یعنی نزدیک 13 ساعت حدودا. 13 ساعت الان 13 ساعت آره. علی یک زمانی معتاد بوده، معتاد بوده واقعا کارهایی کرده که حالا راحت باشیم علی مرور بکنیم. مشکل نداری ها. علی من شنیدم، تحقیقات کردم در موردت، اینکه انقدر شرایطت در اون مواد بد میشه حتی یک روزی دخل بابا رو میزنی. آبجین رو گفته نه با خیلی قدیمی ها. یه صد آشغال کوچیک بود دخل آقا، ما ساندویچش خیلی کوچیک بود. این صد آشغال هم در این وریا اصلا آشغال میدونم. خب من اینجوری میکردم برمیدن شمازی. یه بار اینجوری کردم کلن تلاوه ملاوه اومد، یه داستانی شد تا اونو خواستم بیام بزنم سر داشت بابا فهمید اون چی کار داری میکنه. خودم ریز میخواستم بعدم دورش اومد دستم از رابوشون گرفت مزاکشم داشت. علی میخوام بدونم چه اتفاقی افتاد که باعث شد تو بری سمت این که اصلا یه روز تصمیم بگیری از این زندگی میخوام بزنم کنار بیام بیرون و میخوام ترک کنم، میخوام سالم زندگی کنم. آقا ما اون موقع سنمون پایین بود، یه بنده خدای باش دوست بودم. دختر بود یه نه مرد. خب با یه دختر بود باش دوست بودیم و خلاصه حالا سنمون پایین بود، میرفتیم میومدیم این بر اون بر. شاید یکی دو سالی ما هم بودیم. مثلا من قصدم جدی شد، علاقه من شدی در یک سنی. آره من خب نظر لامن یعنی نو کرده. خب من یه توضیح بدم، علی عزیز ازدواج کرده، خانومش هم اینجا نشسته. خب حالا بگذاریم، بعد چی شد؟ آقا ما یه سری با این من پشت گوشه حرفم شد، من رفتم سمت خونه اینا که سمت ستارخان بود، آقاش هم نظامی بود. من رفتم اونجا، منو گرفتن زدن و من دو روز تو بازداشتگاه موندم و ما رو بردن اونجا. فقط پیش قاضی من یه چیزی گفتش، گفت من دخترم جلو سگ میندازم ولی به یه آدم معتاد نمیدم. اون شد بزرگترین عجز من. منی که اثر سختی رو روحی تو بود. خب مثال دارم میگم، من باعث شده بودم اون با خانواده‌م بد صحبت کنه. خب یعنی چی؟ مثال دارم، شما یه پدر مادر بذار بقید مثلا به یه بچه بگن میندازن درست سک به تو نمیدم. خب توهین به فرد نیست، توهین به خانواده‌شه. مثلا ناراحت کننده بود. خانواده من مگه چیشون کم بود؟ یعنی تو با اعتیادت احساس کردی کاری کردی که حرمت پدر مادرت هم زیر سوال بره. احساس نکردم، مطمئن واقعیت بودم. بود. واقعیت همینه. من علی طوفانی با اعتیادم لول خانواده رو میارم پایین تو جامعه، با پاک شدنم لولش میره بالا. علی جان رفتی و بالاخره ترک کردی، کجا؟ NA شما میگید ولی ما میگیم کمپ. رفتی NA کمپ. NA یه مجموعه است. بله بله. من رفتم داخل کمپ. بزرگترین عجز من بود که به خانواده من توهین شده این مرد. همونو کردم عجز خودم، رفتم خوابیدم 21 روزم و موندم کامل زیه تختم با فندک میسوزوندم که بیام بیرون. ببین هاشان اگه نداریش تو نخواستیش. من یه روزی باور کنم، من تو ذهن خودم من هزاران بار میدیدم که آقا من میتونم، من موفق میشم. رفتم تو کم خوابیدم، اینو عزیزم کردم، اومدم بیرون، وصل شدم به جلسات، راهنما گرفتم. این سری میخواستم، این سری خب هرکی باشه به غیرتش برم، میخواستم که پاک بشم.
دیدم با من از احتیاط به مواد مخدر احتیاط پیدا کردم به باشگاه. همینجوری داره یه سال دارم میرم، دو سال میرم، اومدم تو حرفه‌ای وزن گرفتم، فهمیدم هر چی، فهمیدم ورزش حرفه‌ای چیه. چند ساله که نمیکشی؟ من تقریبا 36 روز دیگه تولد 6 سالگیمه. 36 روز دیگه 6 سال میشه که استفاده نکردم. 6 سال پاکم. خب حالا یه سوال دیگه برسیم تای ماجرا. یک قسمت زیبای زندگی تو، یک خواهر عزیز ما، یک دختر خانوم زیبا و برازنده اینجا نشسته که همسر گل شماست. بگو که چه اتفاقی افتاد که حالا علی که پاک شده، ورزشکار شده، چسبیده به کارش، روزی 12 ساعت میره کتونی میفروشه و اینا، چطور شد که ازدواج کرد؟ و معذرت میخوام اینو میگم، عذرخواهی میکنم، خانومت هم داره میشنوه. و چطور شد که خانواده این خانوم که احتمالاً گذشته تو رو میدونستن قبول کردن که این خانوم با شما وصلت بکنه؟ تو رستوران آقام بودم، رفتم غذا بخورم، خانومم رو دیدم اونجا، دیدم دیگه داداش دارم توپله. خانوم تو چجوری داشت غذا میخورد؟ نه غذا داشت میرفت، داشت با داداش، یه داداش کوچیک دارم 5-6 ساله، توپله مامزد داشت، لپاشو میکشید، داشت بازی میکرد، قیافه کچ کرد و غذا رو گرفت رفت. آها خب تحویلت نگرفت؟ تحویل نگرفت، غذا رو گرفت رفت. و من مثلا مغازه آقا مینزای من 5 متر پایین ترش بساط کتونی دارم. بعد دیدم این دوباره رد شد، حاجی دوباره رد شد، بهش گفتم خانم یه لحظه اینا راه داره، من نوکرتم، کوچیکتم، قصدم جدی اینا. بعد گفته، بعد اول باز قبول نکرد، با دوستش بود، یه دوستی داره اونم جا خواهرم باشه، قدش بلند بود. گفتم جون مادرت، تو رو جون فلان، اینو یه دقیقه بده بهش. چی داد بهش؟ شماره رو داد. شماره رو داد، دادم به اون دوستش، ندادم به این. آها آها، دوسته با معرفت بود، شماره رو داد. آره. خب فرداش من خانوم زنگ زد، از شرایطش گفت ببین شرایط من اینه. گفتم شرایط منم جدیه. گفت تو این دور زمانه شرایط کسی جدی نیست. پس فرداش با مادرم آشناش کردم. آها. آشنا کردم ولی جدی نکردم. تو همون هولوش داغ، بحثای داغ بود، من حلقه رو انداختم دست خانومم. آره. داشتم میرفتم شاید حلقه رو انداختم، گفتم خانوم رفتیم آقا محشر و کارامونو کردیم. گفتم خانوم تمومه دیگه، من و تو دیگه زن و شوهریم دیگه. ازدواج کردی؟ یک سال الان درسته؟ یه سال و تقریبا یه ماه، 2 ماه میشه. خب علی عزیزم اون ماسکو بزن، اول ماسک تو بزن، چون من میخوام فاصله اجتماعی رو یه ذره کم کنم بیام پیشت. برای مردم، واسه این که بفهمن که ما خالی نبستیم، یه دوتا فیگور خوشگل میگیری؟ آه شاید میزایی دارم یه کوچولو. من یه فیگور جمع میگیرم، یه فیگور جمع میگیرم، هر جای فیگور نیست. ماشالله، به 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 به. یه دست به افتخارش بزنید، یه دست به افتخارش بزنید. علی عزیز ما بعد از اینکه ورزشکار میشه و 6 سال نشون میده که دیگه هیچ وقت سمت مواد نمیده، با یک دختر بسیار دوست داشتنی، زیبا و برازنده هم ازدواج میکنه. سرکار خانم شما تشریف بیارید، ایشون هم زهرا خانم هستن، همسر گلشون. خیلی خجالتی هستم، به من گفتن سوال نکنید، فقط یه سوال کوچولو راجع به علی جان نکته چیزی دارید که بفرمایید؟ نه. هیچ نکته ندارید؟ نه. پسر خوبیه؟ عالی. راضی هستی ازش؟ بله خیلی. واقع... مرد زندگیه. مرد زندگیه. تو این یک سالی که باهات بوده واقعا خوب بوده؟ بله عالی. روزی 12-13 ساعت کار میکنه نه؟ بله. ایشالله تن جفتتون سلامت باشه، ایشالله دلتون شاد باشه، سالیان سال کنار هم زندگی باشه.